یه پنجره کنوس موشن، در واقع چیزی که ما اینجا می‌بینیم، این پنجره که تمام کارمون رو ما توش می‌بینیم، می‌تونیم یه سری چیزها رو روشن یا خاموش کنیم. مثلا فیلم زون ما که نشون میده اگه قرار باشه این کار کراپ بشه، این کار اگه قرار باشه بالا پایینش لتر باکس بشه و سینمایی بشه چه شکلی میشه، چقدر تصویر میره. مثل گاید های ما، مثل گرید های ما، مثل گاید های ما و مثل رولر که خطکش ماست و سیف زون که همون قسمت در واقع اکشن سیف و تایتل سیف ماست. توی قسمت کنواس پرفرنس در حقیقت شما اینها رو میتونید تنظیم کنید. به طور مثال رنگی که الان اینجا هست شما ممکنه بخواید تیره تر باشه، کنواس کالر شما تنظیم همین رنگه، من میتونم این رنگ رو تیره تر بکنم. فواصل بین این شبکه های مشبک ممکنه شما بخواید بیشتر باشه، میتونید از اینجا اونو بیشترش بکنید، مثلا 80. رنگ خود گرید رو میتونید از اینجا تغییر بدید، رنگ گاید و داینامیک گاید رو هم میتونید از اینجا تغییر بدید. به طور مثال من ممکنه، البته یه نکته رو من خدمتتون بگم که من رنگ گاید رو عوض کردم، رنگ اصلی گاید عین داینامیک گایده. اگر من اینجا بیام یه دونه گاید ایجاد بکنم، شما میبینید که رنگش، اجازه بدید من گرید رو آف بکنم، شاید یه خود راحت تر باشه دیدن تصویر. همونطور که شما اینجا میبینید این دوتا رنگ با رنگ ببخشید با رنگ داینامیک گاید ما که شما اینجا میبینید هیچ تفاوتی ندارید. این داینامیک گاید ها فقط برای لحظاتی که شما میخواید یه کار، یه تصویر رو جابجا بکنید و با یه چیز دیگه الاینش بکنید به درد میخورن و به محض اینکه شما تصویر رو ول میکنید، کلیکتون رو رها میکنید، در میرن. اما گاید ها همیشه روی تصویر هستن. من برای اینکه این دو تا گاید با هم اشتباه نشن، اونها رو یه مقدار نارنجی تر کردم، گاید های اصلیم رو. فکر کنم قبلا گفتم اگر بخواید گاید ها رو شما آف بکنید و این اتفاقی که هی اسنپ میشه و هی میفته روی چیزهای دیگه براتون اتفاق نیفته، شما میتونید N رو بزنید و دیگه داینامیک گاید رو نمیبینید. اگه خواستید دوباره میزنید و اونها دوباره روشن میشن. رولر لوکیشن شما جای شروع خطکش شماست. شما اگه بخواید اون رو میتونید بغیر از تاپ لفت یعنی بالا و چپ، باتم لفت یعنی پایین و چپ و حالا جاهای دیگه قرار بدید. سیف زون شما در واقع همون اکشن سیف و تایتل سیف شماست که اینجا شما میبینید. هم شما میتونید رنگش رو عوض کنید و هم اندازش رو. استانداردش همین 90% و 80%. اگه برای یه تلویزیون غیر استاندارد میخواید کار بکنید اینها رو تغییر بدید. و در نهایت اجازه بدید من سیف زون رو آف بکنم، فیلم زون ما همونطور که شما میبینید اینجا با رنگ نارنجی مشخص شده و آکادمی فلت 1:1.85 یعنی فیلم سینمایی. اگر شما بخواید باز به فرمت دیگه ای تبدیل بکنید مثل HD 16:9 آکادمی استاندارد یا آنامورفیک میتونید این تغییر رو از اینجا ایجاد بکنید و رنگش رو هم میتونید عوض بکنید. اما آخرین عنوانی که توی کنواس داریم اسنپینگ. اگر من الان تصویر رو جابجا کنم، شما میبینید که هم وسط تصویر خاصیت مغناطیسی داره و میچسبه و میپره و اسنپ میشه و هم اگه تصویر رو جابجا بکنم، اجازه بدید من یک گاید ایجاد بکنم تا راحت ترین مسئله رو ببینیم. لبه هاش هم این خاصیت رو دارن، شما الان میبینید لبه من میپره روی این گاید، این به خاطر اینکه سنتر یا همون وسط و اج اسنپ میشن. اگر فقط بخواید وسط تصویر اسنپ بشه این رو روی سنتر و اگر فقط اج بخواید اسنپ بشه اون رو روی اج میذارید، در واقع لبه شما. سه تا پرفرنس دیگه که داریم، چهار تا ببخشید، خیلی سریع و ساده من میگم خدمتتون. 3D شما برای زمانی که شما کامپوزیشن 3D دارید. در مورد این قسمت توی قسمت 3D بیشتر صحبت میکنم، ولی کلن چیز خیلی عجیب و غریب و پیچیده ای نداره، بهترین حالتش همین چیزی که خودش هست. آوتپوت شما برای شرایطی که شما بخواید خروجی موشن رو روی مونیتور اکسترنال ببینید. اگر مونیتور اکسترنال داشتید، به طور مثال یه دک فایر وایر به سیستمتون وصل بود و از طریق اون دک فایر وایر میتونستید روی مونیتور خروجی ببینید، اینجا انتخابش میکنید.
اگه update during playback رو بزنید یه مقدار نظر محاسباتی پیچیده تر میشه و بیشتر CPU نیاز داره، ولی خب توی تمام فریم ها رو اینجا شما میتونید ببینید و نشون میده. اگر شما آفش کنید فقط اون لحظه ای که تصویر ساکن شده رو نشون میده. پریسیتس شما برای زمانی که شما خودتون یه پریسیت درست کردید، به طور مثال اینجا من یه امیر پال درست کردم چون ممکن بوده بخوام با تصاویر دیوی کار بکنم، 720x576 پیکسل اسپکت رشیو دیوی پال و فیلد هم نداره. اما اینجا من اگه بخوام مثلا یه دونه دیگه درست بکنم که فیلد داشته باشه، به طور مثال میخوام با تصاویر دیوی کار بکنم که قرار توی تلویزیون پخش بشن، من امیر پال رو انتخاب میکنم، دوپلیکیت رو میزنم، حالا روی امیر پال کپی دابل کلیک میکنم و میزنم به طور مثال امیر پال فیلد و اینجا فیلد لوئر رو انتخاب میکنم، یا میزنم تی وی مثلا 25 فریم ریت و همه چیش درسته، اوکی میکنم. حالا اگر احیانا من یک پروژه جدید بخوام باز بکنم، اینجا به غیر از پریست امیر پال تی وی رو هم دارم، به غیر از اون چیزهای دیگه که حالا توی خود موشن به صورت دیفالت هست. عنوان بعدی و عنوان آخری که در واقع ما داریم جسچرز. اگر شما از پن تبلت استفاده می کنید، از قلم های نوری استفاده می کنید، یه دریچه جدیدی هستن توی موشن به روی شما باز میشه، نه فقط به دلیل اینکه شما از جسچرز میتونید استفاده بکنید، به خاطر اینکه شما میتونید چیزهایی رو که میکشید توی موشن دینامیک بکنید. به چه معنا؟ به این معنا که به طور مثال اگه شما قلم رو بردارید و یه سیب بکشید، به میزان فشاری که شما به نوک قلم میارید میتونه موشن اون خط رو کلفت یا باریک بکنه، اون شدت ترانسپرنسی یا همون تیرگی و روشنیش رو کم و زیاد بکنه، یا میزان نامرئی یا مرئی بودنش رو کم و زیاد بکنه و حالا خیلی چیزهای دیگر. اما خود جسچر چیه؟ جسچر برای شرایطی که شما یه چیزی رو با نوک قلمتون میکشید و به برنامه یه دستور میدید. به طور مثال شما میخواهید خود تبلتتون رو بگیرید بغلتون و کلا دست به کیبورد موس نزنید و فقط با تبلت کار بکنید. حالا خب شاید خیلی سخت باشه که هی شما بیاید روی کیبورد یه چیزی رو بخواید جابجا بکنید، هی کامند زد بزنید، کپی بخواید چیزی رو بکنید، پیست بکنید و حالا چیزهای دیگه که نیاز به کیبورد داره. شما با کشیدن یه سری چیزها، مثلا شما اگر یه یو روی تصویر بکشید، یه چیز اینجوری اگر روی تبلتتون بکشید به معنای آندو، یا مثلا اگر فرضاً اینجوری بکنید پیست، اینجوری بکنید کپی، حالا یه سری شورتکات هایی که شما اگه اینک پرفرنس رو باز بکنید، ما اینجا چون الان تبلت نداریم دیده نمیشه، ولی خب اگه داشتید شما میتونید تنظیماتش رو برای خودتون تغییر بدید و اون شکلی که حساس میشه برنامه بهش، به طور مثال آندو، ریدو، کپی، پیست، دیلیت و چیزهای دیگه، با نوک قلمتون بکشید و دیگه نیاز به کیبورد نداشته باشید. آخرین نکته اینه که خواستیم به پرفرنستون با شورتکات دسترسی پیدا کنید، همونطور که توی درس قبل گفتم کامند و کاماست.